در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست، کتاب سوم، طرف گرمانت دو، راوی محمد حسنپور، قسمت 31. به تصمیم های ساختگی و هیجان انگیز مادام دو گرمانت که شبیه تصمیم های سیاستگران بود برگردیم و بگوییم که او گرمانت ها، کرووازیه ها، همه اهل فوبو را از همه بیشتر پرنسس دوپارم را به خاطر حکم های غیر منتظره ای غافل گیر می کرد که حس می شد در پسشان اصولی نهفته است و آنچه بر تأثیر این اصول دامن می زد این بود که کسی انتظارشان را نداشت. اگر وزیر مختار تازه یونان مهمانی رقصی با لباس مبدل می داد، هر کسی برای خود لباسی انتخاب می کرد و همه درباره لباس دوشس پرسجو می کردند. یکی می گفت که او به جامعه دوشس دو بورگونی در خواهد آمد. یکی دیگر می گفت که احتمالاً خود را به شکل پرنسس دو ژوبر در خواهد آورد. و سومی حدس می زد که پسیشه شود. و چون سرانجام یکی از خانم‌های کرووازیه می پرسید تو اوریان، تو می خواهی خودتو به چه شکلی در بیاری؟ تنها پاسخی را می شنید که به فکر هیچ کس نرسیده بود. به هیچ شکلی. پاسخی که بحث‌های بسیار می انگیخت. چون برملا کننده نظر اوریان درباره موضع واقعی وزیر مختار تازه یونان در جامعه اشراف و چگونگی رفتار با او بود، یعنی نظری که باید پیش بینی میشد و آن اینکه یک دوشس مجبور نیست به مهمانی رقص وزیر مختار تازه برود. دوشس میگفت به نظرم نمیرسه که رفتم به مهمونی وزیر مختار یونان لازم باشه، اونو نمیشناسم، یونانی هم که نیستم، چرا برم؟ اونجا کاری ندارم. مادام دولاگاردون می گفت اما همه میرن، گویا مهمونی خیلی جالبیه. مادام دو گرمانت پاسخ می داد اینم جالبه که آدم تو خونه خودش کنار آتیش بشینه. کرووازیه ها باورشان نمی شد و گرمانت ها بدون آنکه از او تقلید کنند در تاییدش می گفتند طبیعتا همه در وضعیت اوریان نیستن که بتونن همه مقرراتو زیر پا بذارن، اما از طرف دیگه نمیشه گفت که داره اشتباه میکنه. میخواد به ماها نشون بده که داریم زیاده روی میکنیم و چشم بسته تسلیم خارجیایی میشیم که همیشه معلوم نیست از کجا میان. طبعا از آنجا که مادام دو گرمانت میدانست هر کدام از حرکاتش چه واکنشهایی در پی خواهد داشت، به یک اندازه لذت میبرد از اینکه به جشنی برود که کسی امید شرکتش را در آن نداشت یا در شب مراسمی که همه در آن حضور داشتند با شوهرش به تئاتر برود. یا وقتی که گمان می رفت با گذاشتن نیمتاجی تاریخی زیباترین الماس‌های زنانه یک مهمانی را از جلوه بیاندازد، بدون هیچ جواهری و با لباس دیگری جز آنی از راه برسد که پنداشته می شد مناسب باشد. با آنکه ضد دریفوسی بود، گرچه به بیگناهی دریفوس اعتقاد داشت، همچنان که همه زندگیش را در محافل اشرافی می گذرانید، اما فقط اندیشه را مهم می دانست. شبی در یک مهمانی پرنسس دولینی، مایه حیرت همه شد، چون اول در حالی که همه خانم ها پیش پای ژنرال مرسیه از جا بلند شدند او نشسته ماند. وقتی سخنران ناسیونالیستی نطقی آغاز کرد او به حالتی که به چشم بزند راننده و نوکرش را فرا خواند تا نشان دهد که به نظرش آن محفل جای بحث سیاسی نیست. در یک کنسرت جمعه مقدس همه سرها به سوی او برگشت، هنگامی که با همه گرایش ولتریش بلند شد تا برود، چون به نمایش گذاشتن مسیح را ناشایست می دانست. می دانیم که حتی برای بزرگترین اشراف دوره ای از سال که جشنها و مهمانیها آغاز می شود چه مفهومی دارد. تا جایی که مارکیز دامونکور که به خاطر نیاز به حرف زدن، وسواس ذهنی و همچنین بی احساسی اغلب چیزهای احمقانه ای می گفت، در پاسخ کسی که به دیدنش رفته بود تا در گذشت پدرش آقای دومون مورانسی را تسلیت بگوید چون این گفته بود شاید از همه غمگین تر این که همچنین اتفاقی درست موقعی آدم را عزادار میکنه که بیشتر از 100 تا کارت دعوت رو آیین است. اما درست در این دوره سال وقتی دوشس دو گرمانت را به شام دعوت میکردند و زود هم میجنبیدند تا به جای دیگری دعوت نشده باشد، نمیپذیرفته آن هم به تنها دلیلی که محال بود به فکر یک اشرافی محفلی برسد، چون میخواست به سفر دریایی برود و از آبدره‌های نروژ دیدن کند که برایش جالب بودند. اشرافیان حیرت میکردند و بدون آنکه به فکر تقلید از دوشس بیفتند
از کار او دستخوش همان احساس آسایشی می شدند که در خواندن کانت هنگامی به آدم دست می دهد که در پی محکمترین استدلال ها در اثبات جبرگرایی می بیند که در فراتر از عالم ضرورت دنیای آزادی واقع است. هر اختراعی که هرگز در تصور نگنجیده باشد ذهن همه و حتی کسانی را که بهره‌گیری از آن را ندانند به هیجان می آورد. اختراع کشتی بخار در مقایسه با سفر با کشتی در فصل قشلاق و شب زنده‌داری هیچ بود. فکر این که کسی به دلخواه خود از 100 مهمانی شام یا نهار، 200 عصرانه و 300 شب نشینی از برجسته ترین برنامه های دوشنبه اپرا و سه‌شنبه کمدی فرانسه بگذرد و به دیدن آب در راهای نروژ برود، به چشم کرووازیه ها توجیه پذیرتر از 20,000 فرسنگ زیر دریا نیامد. اما آنان را دستخوش همان حس آزادی و جاذبه‌ای کرد که از خواندن این کتاب برمی آید. تا آنجا که روزی نه فقط جمله مضمون تازه اوریان را شنیدین، بلکه این جمله بر سر زبانها افتاد: از کار تازه اوریان خبر دارین؟ و درباره کار تازه اوریان آنچنان که درباره مضمون تازهش گفته می شد، این فقط از اوریان برمیاد. بله، کار اوریانه. چه کسی غیر از اوریان؟ کار تازه اوریان مثلا این بود که وقتی لازم می شد به نمایندگی از سوی یک انجمن میهنی به کاردینال فلان، اسقف ماکون پاسخ داده شود، که آقای دوگرمانت عادت داشت عنوان آقای دوماسکون را درباره او به کار ببرد، چون این به نظرش فرانسوی اصیل و قدیمی می آمد، از آنجا که همه می کوشیدن متن نامه را در ذهن خود مجسم کنند و پس از عنوان آسان عالی جناب یا حضرت در نوشتن بقیه نامه در می ماندند، اوریان متنی پیشنهاد کرد که همه را به شگفتی واداشت، چون با عنوان جناب کاردینال آغاز می شد که بر یک رسم قدیمی آکادمیک متکی بود، یا با عنوان خیشاوند عزیز که سران کلیسا، گرمانت‌ها و شاهان خطاب به یکدیگر را هنگامی به کار می‌بردند که از پروردگار می‌خواستند آنان را در کنف حمایت ذات اقدسش قرار دهد. برای اینکه بازی یک کار تازه اوریان بر سر زبان‌ها بیفتد، همین بس بود که در برنامه نمایشی که همه نخبگان پاریس در آن حضور داشتند و نمایشنامه بسیار زیبایی اجرا می شد، در حالی که همه مادام دوگرمانت را در لوژ پرنسس دو پارم یا پرنسس دوگرمانت یا خیلی کسان دیگری می جستند که از او دعوت کرده بودند، دیده شود که او تک و تنها، سیاه پوشیده، با کلاهی بسیار کوچک در تالار پایین نشسته است، روی صندلی که درست پیش از بالا رفتن پرده خود را به آن رسانده بود. بعدن خودش توضیح می داد که اونجا آدم بهتر میشنوه، نمایشیه که ارزششو داره. و با این گفته مایه حیرت و ناباوری کرووازیه ها و شگفتی گرمانت ها و پرنسس دوپار میشد که یک باره کشف میکردن که شنیدن آغاز یک نمایشنامه کاری تازه تر، ابتکاری تر و هوشمندانه تر از رفتن به تئاتر در پرده آخر و پس از شرکت در یک شام رسمی و سر زدن به یک مهمانی دیگر است، کاری که طبعاً از اوریان آدمی برمی آمد و تعجبی نداشت. چون این بود انواع گوناگون شگفتی هایی که پرنسس دو پارم از مادام دو گرمانت انتظار داشت اگر از او پرسشی درباره ادبیات یا محافل اشرافی می کرد، و مایه آن می شد که والا حضرت در آن مهمانی های خانه دوشس برای بحث درباره هر موضوع کوچکی با همان احتیاط تشویش‌آمیز و لذتناک شناگری دل به دریا بزند که در میان دو موج عظیم سر از آب بیرون می‌آورد. در میان عنصرهایی که در دو یا سه محفل برجسته دیگر فوبور سن ژرمن و کمابیش همسنگ محفل مادام دو گرمانت یافت نمی‌شدند و این یکی را با آنها متفاوت می‌کردند، چنانکه لایبنیتس میگوید هر جوهر مفردی در عین آنکه همه کائنات را باز میتاباند چیزی خاص بر آنها میافزاید، عنصری بود از جمله آنها که کمتر خوش میآمدند و معمولا عبارت بود از یک یا دو زن بسیار زیبایی که تنها محمل حضورشان در آن محفل همان زیباییشان بود و استفاده‌ای که آقای دوگرمانت از آن کرده بود و از دیدنشان در آنجا، چنان که از دیدن برخی تابلوهای نامناسب در سالن‌های دیگر، بیدرنگ می‌فهمیدی که شوهر خانم میزبان شیفته زیبایی‌های زنانه است. همه این زنان تا
اندازه‌ای شبیه هم بودند. چون دوک دوستدار زنان بلند بالا، هم شکوهمند و هم ولنگار، از نوعی در حد میانی ونوس میلو و پیروزی ساموتراس بود. زنانی اغلب بور، به ندرت موسیاه و گاهی موسرخ، چونان آخری که در مهمانی آن شب حاضر بود. ویکنس دارپاژون که دوک آنچنان دوستش داشته بود که مدتها وامی داشتش روزانه تا 10 تلگرام برای او بفرستد که تا اندازه ای مایه آزار دوشس می شد و هنگامی که خود در گرمانت به سر می برد با او با کبوتر نامه پرانی می کرد و دیر زمانی چنان دلبستهش بود که در زمستانی که ناگزیر شد در پارما بماند هر هفته به پاریس می آمد و سفری 2 روزه را تحمل می کرد تا او را ببیند. معمولاً این زیبا رویان سیاهی لشکر زمانی در گذشته معشوقه او بودند. اما یا دیگر میانه‌ای با او نداشتند آنچنان که مورد مادام دارپاژون بود یا اینکه در آستانه جدایی از او بودند. شاید انگیزهشان در تن دادن به تمنای دوک بیش از آن که خوش سیمایی و دست و دلبازی او باشد اعتبار و آوازه دوشس بود و این امید که به محفل او راه بیابند. هرچند که خود نیز از محیطی بسیار اشرافی اما البته از درجه دوم بودند. گفتنی است که دوشس هم با آمدنشان به خانه خود مخالفت بیچون و چرا نشان نمیداد، چون خوب میدانست که بسیاری از ایشان برای او حالت همدستی را داشته بودند که به یاریشان به صدها چیزی رسیده بود که دلش میخواست و آقای دوگرمانت تا زمانی که عاشق زن دیگری نبود بیرحمانه از همسر خود دریغ میداشت. از این رو توجیه این که چنان زنانی تنها زمانی به خانه دوشس پذیرفته می شدند که مدتها از رابطهشان با دوک گذشته بود شاید پیش از هر چیز در این بود که دوک هر بار که درگیر عشقی بزرگ می شد اول چنین می پنداشت که تنها عشق بازی گذرایی را می آغازد که در قبال آن راه یافتن معشوقه به محفل همسرش به نظرش بهای کلانی می آمد. اما در عمل این را به بهایی بسیار کمتر، مثلا نخستین بوسه، می فروخت. زیرا با مقاومت‌های روبرو می شد که پیشبینی نکرده بود یا برعکس با هیچ مقاومتی روبرو نمی شد. اغلب در دلدادگی، قدردانی و جستجوی هر آنچه دلدار را خوشاید آدمی را به دادن بس بیش از آنی وامی دارد که امید و انتظارش می رفت. اما آنگاه شرایط دیگری مانع راهیابی معشوق به محفل دوشس می شد. پیش از هر چیز همه زنانی که به عشق آقای دوگرمانت پاسخ داده و گاهی حتی هنوز نداده بودند یکی پس از دیگری به اسارت او در می آمدند. دیگر اجازه نمی داد هیچ کس را ببینند. کم و بیش همه ساعتهای روز را در کنار ایشان می گذرانید. تربیت فرزندانشان را به عهده می گرفت و بر اساس شباهت‌های بیچون و چرایی که بعدها دیده می شد گاهی برادر یا خواهری هم برایشان می ساخت. سپس اگر در آغاز رابطهشان مسئله معرفی معشوقه به مادام دوگرمانت که دوک هیچ آن را در نظر نیاورده بود در ذهن معشوقه برای خود نقشی داشت، بعدن خود رابطه دیدگاه‌های این زن را دگرگون می‌کرد. در نظر او دیگر دوک نه تنها شوهر برازنده‌ترین زن پاریس، بلکه همچنین مردی بود که آن معشوقه تازه دیگر دوستش می‌داشت. مردی که همچنین اغلب امکان و گرایش تجمل بیشتری را به او ارزانی داشته و نزد او ترتیب اهمیت مسائل مربوط به اسنوبی و منفعت جویی را نسبت به گذشته زیر و رو کرده بود. دیگر اینکه گاهی هم معشوقه های دوک را حسادت به مادام دوگرمانت می انگیخت. حسادتی از انواع گوناگون، اما این مورد از همه کمیاب تر بود. و هنگامی که سرانجام روز معرفی فرا می رسید، در زمانی که معمولاً آن زن دیگر چندان اهمیتی برای دوک نداشت و کردار دوک را چنان که نزد همه کسان دیگر اغلب کردار پیشینش هدایت می کرد و نه چندان انگیزه نخستینی که دیگر وجود نداشت، بیشتر چنین پیش می آمد که خود مادام دوگرمانت خواستار دیدن معشوق شود. با این امید و این نیاز بزرگ که متحد ارزشمندی برای او در رویارویی با شوهر بدسگال باشد. البته تنها در برخی لحظات نادر در خانه یا زمانی که دوشس بیش از اندازه حرف می زد، آقای دوگرمانت غرولندی یا به ویژه سکوتهایی می کرد که از 200 دشنام بدتر بود و در غیر این موارد از آنچه نزاکت نامیده می شود در حق همسرش فروگذار نمی کرد. کسانی که آن دو را نمی شناختند شاید گمراه می شدند.
گاهی در پاییز در فرصت میان مسابقه های اسب دوانی دوویل و سفر به یک شهر آب معدنی یا سفر به گرمانت و برنامه های شکار در چند هفته ای که در پاریس به سر می بردند از آنجا که دوشز کافه کنسرت را دوست می داشت دوک شبی را صرف همراهی او می کرد. نگاه تماشاگران بیدرنگ در یکی از اون لوش‌های کوچک روبازی که دو نفر بیشتر در آنها نمی گنجد به آن هرکول اسموکینگ پوشیده می افتاد. چون در فرانسه هر آنچه را که کم و بیش انگلیسی باشد به نامی می خوانند که در انگلیس ندارد. هرکولی که عینک تک چشمی داشت در دست درشت زیبایش که انگشتری از یاقوت کبود بر سبابه‌اش می درخشید سیگار برگ بزرگی بود که گهگاه پوکی بران می زد. توجهش آمدانه به صحنه بود. اما وقتی تالار پایین را از نظر می گذرانید که در آن حتی یک نفر هم نمی شناخت نگاهش را حالتی از مهربانی، ملاحظه، ادب و احترام نرم می کرد. هنگامی که بیتی به نظرش بامزه و نه چندان دور از ادب می آمد لبخند زنان سر به سوی همسرش برمی گردانید به نشانه هوشمندی و نیکدلی شریک شادی معصومانهی می شد که ترانه تازه نصیب همسرش می کرد و شاید تماشاگران می انگاشتند که از او بهتر شوهری نیست و از دوشس خبت انگیزتر هیچ همسری. زنی که دوک هر علاقهی در زندگی داشت در بیرون از او بود. زنی که او دوستش نمی داشت و تا توانسته بود به او خیانت کرده بود. وقتی دوشس خسته می شد تماشاگران می دیدند که آقای دوگرمانت از جا بر می خیزد. به دست خودش مانتوی همسرش را روی دوشش می اندازد، دقت می کند تا گردن بندهایش در مانتو گیر نکند، با حرکاتی آمیخته به دستپاچگی و احترام راه او را به سوی در خروجی می گشاید. در این حال رفتار دوشس آمیخته با سردی زنی اشرافی بود که آن همه را فقط آدابدانی می دانست و گاهی حتی اندوه اندکی سخرآمیز همسر جردیده‌ای که دیگر هیچ امیدی برایش نمانده باشد. اما به رغم این ظاهرسازی یعنی بخش دیگری از ادبی که وظایف فرد را در دوره‌ای که دیگر گذشته است اما برای بازماندگانش هنوز برجاست از اعماق به سطح می‌آورد زندگی دوشس دشوار بود. همه دست و دلبازی و آدمیت آقای دوگرمانت برای معشوق تازه‌ای بود که آنچنان که اغلب پیش می‌آمد طرف دوشس را می‌گرفت و دوباره برای دوشس سخاوت کردن با زیر دستان، خیر رساندن به بینوایان و بعدها دستیابی خودش به اتومبیلی تازه و گرانبها ممکن می شد. اما معشوقه های دوک هم از بیزاری که دوشس معمولا خیلی زود از کسانی حس می کرد که بیش از اندازه مطیع او بودند برکنار نمی ماندند. چیزی نگذشته دوشس از ایشان بدش می آمد و درست در چنین زمانی بود که رابطه دوک با مثلا مادام دارپاژون پایان می گرفت. معشوقه دیگری از راه می رسید.